به نام آن که ما را بندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. عرض سلام و درود داریم محضر ارزشمند شما بینندگان خوب تلویزیون هادی. امروز هم بیننده برنامه روشنا هستین و برنامه امروز پیشکش نگاه های مهربانتان خواهد شد با موضوع حقوق زن در خانواده. امروز راجع به این موضوع میپردازیم و گفتیم که حقوق زن در خانواده. دوستان، ما در جامعه به شدت سنتی افغانستان این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که در اسلام هم، دین مبین اسلام، خانواده با عنوان ابتدایی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی که انسان از بد و تولد وارد او میشه و مسئولیت بسیار مهم پرورش نسل آینده بشری در دست اوست و بر عهده پدر مادر یا همو زوجین هست. دین مبین اسلام هم با توجه به همین موضوع و در راستای استحکام و ثبات نظام خانواده سعی کرده که در عین حال که حفظ وابستگی میکنه بین روابط زن و شوهر و یا زوجین، در عین حال تلاش داره تا با حفظ یک سری قوانین و قواعد حقوق و استقلال زن و در خانواده هم حفظ کنه. اما اینکه این حقوق تا چی اندازه برای من زن در خانواده افغانی میسر شده و چه حد از این حقوق مربوط میشه به مسائل خانواده یا مسائل اسلامی یا مربوط میشه به رسوم و عنعنات ناپسند افغانی، با همدیگه میپردازیم با او با حضور کارشناس محترم برنامه سرکار خانم بلخی. سلام خانم بلخی، خوش آمدیم به برنامه. امروز هم در خدمت شما هستیم. به نام خالق عدالت گستر، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام بینندگان نهایت گرامی. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه مطالب مفیده به سمع و نظرتان برسانیم. خیلی ممنونم از شما. خانم بلخی، قرار است راجع به حقوق زن در خانواده صحبت کنیم و اینکه چه حقوقی داره زن در خانواده. از اون طرف هم میبینیم که در جامعه ما متاسفانه زنان روز به روز در حال محدود شدن هستن و میخوایم که بشنویم از شما که این محدودیت ها تا چی حد بر مبنای قوانین اسلامی است و تا چی حد برمیگرده به همون باورهای سنتی و مرد سالارانه در جامعه ما. میشنویم از شما. درست است. ببینید، چنان که در جلسات گذشته ما حول حقوق زنان مطالبی را خدمتتون عرض کردیم، بله، از در واقع حقوق بنیادی زن شروع به بحث شد، حق حیات، حق زندگی و سایر حقوق اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، تا ای که به بحث حقوق زن در نهاد خانواده میرسیم. خانواده در اصل یک نعمت بسیار بزرگی است که پروردگار به ما محبت کرده و در واقع تعریف او به این صورت است که گروهی است متشکل از افراد که از طریق پیوند زناشویی، همخونی و یا پذیرش دور یکدیگر جمع می شوند، یک واحد اجتماعی بسیار خرد تشکیل می دهند، یک فرهنگ واحد دارند و اغلب در زیر یک سقف سکنا دارند. این در واقع تعریف خانواده است. اما خب ما در بحث حقوق زن عرض کردیم که زن و مرد ذاتاً مساوی هستن، حقوقشان یکسان و برابر و منصفانه است. پس سوال پیش میاد که در بنیان خانواده به چه صورت است؟ زن در اجتماع، در سیاست، در اقتصاد یک حقوقی داشت که تشریح شد. در خانواده وقتی که در کنار سایر اعضای خانواده قرار میگیره، در کنار همسر، اولاد و پدر مادر، چه حق و حقوقی دارد، چه جایگاهی دارد؟ درست است. این سوال بسیار مهمی است. ببینید، در واقع بیایم در مورد قوانین صحبت کنیم. قوانین به عنوان او سند برتری که در هر جامعه ضمانت در واقع لازم الاجراست و ضمانت اجرایی دارد، در قوانین داخلی قانون اساسی کشور ما، قانون اساسی سابق در ماده 54 میایه به صورت تشریح میکن که خانواده رکن اساسی جامعه است و دولت موظف است که حمایت خود در خانواده داشته باشد، به خصوص زن و کودک. و بیایه با تمام سنن و آدابی که مغایر با شرع مقدس اسلام است مقابله کند. دولتی وظیفه را دارد و در اسناد بین المللی هم به همین صورت ما وقتی که میایم مواد
میثاقین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حتی اعلامیه حقوق بشر ملاحظه میکنیم، میبینیم که در رأس همه مواد او تاکید داره بر جایگاه زن و حفظ حقوق او بخصوص در خانواده، تا حدی که میگوید در خانواده در شروع زندگی، در اواسط او و در پایان او حق زن و مرد یکسان است. درست است. این به صورت کلی. اما متأسفانه در کشور ما افغانستان به علت دو عامل مردسالاری که همیشه متاسفانه وجود داشته و بحث آداب و سنن نادرست و ناپسند، متاسفانه ما تضییع حقوق زن بخصوص در بحث خانواده هم میبینیم. زیاد داریم، بله. چرا که خانواده او مفهوم گسترده رو ما در افغانستان داریم. ما حتی در قانون اول شخصیت داریم که زن باید که احترام اقوام و پدر و مادر همسر خود داشته باشد و همینطور هم هست. یعنی زنان ما در خانواده گسترده سکونت میکنند همراه با پدر، مادر، شوهر خود و سایر اقوام. خانواده هسته‌ای چندان بابی در کشور ما نیست. سالهای اخیر چرا؟ اما اصولا و در واقع اغلب خانواده گسترده رو ما داریم. بله. لذا به همین در واقع منوط به همین هم ستمهایی بزن می شود. بله. میشه اشاره کنید که این حقوق به صورت خاص چه حقوقی هستن و زن از چه حقوق برخوردار است در خانواده طبق نظام اسلامی و قوانین جهانی و بشری؟ درست است. خب ببینید، ما در این درس در واقع میاییم بحثمان زیل سه محور، خود ازدواج چه حقوق زن دارد، در اثنای زندگی مشترک چه حق و حقوقی دارد و در خاتمه او پیش می رویم. ازدواج در واقع به این منوال تعریف شده که عقدی است که معاشرت زن و مرد و مقصد تشکیل فامیل مشروع می گرداند و حقوق و تکالیف را بر آنها بار می کند. این تعریف ازدواج است. خب یک زندگی مشترک که در واقع با ازدواج و خواستگاری آغاز به کار می کند و خب این ازدواج هم شرایطی دارد. بسیار از ستمها و ظلمهایی که به زن می شود در خود همین مسئله ازدواج است، بسیار نقطه انگاشته می شود. حق انتخاب را ندارن زنان ما، خانم های ما، دختران ما در امر ازدواج و دیگران برشان انتخاب میکنن همسرشان و این فکر میکنم همون سرآغاز نقض حقوق زن در خانواده میتونه باشه. درست است. ببینید، هر عقدی یک اراده آزاد میخواهد که با قصد و رضای کامل باشد. ازدواج یک عقدی است که زن و مرد به عنوان طرفین این عقد باید که اراده آزاد داشته باشند. بله. تا جایی که حتی در واقع کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ماده 16 میگوید که تنها اراده و قصد طرفین است که ازدواج شکل میدهد، حتی صحبتی از اذن پدر و اینها هم نشده. متاسفانه از این اذن ولی سوء استفاده شده. به چه صورت؟ خب ما داریم که در واقع اغلب نظر پردازان دینی ما ایره گفتن که دختری که در واقع ازدواج نکرده و بار نخست قصد ازدواج دارد، اصطلاحاً باکره گفته می شود، خب این باید اذن ولی خود داشته باشد. اذن ولی رو میشه واضح‌تر و ساده‌تر برای بینندگان عزیز ما بگه؟ حتما. ببینید، ولی قهری یعنی همون پدر و پدکلان پدری. خب دختری که در واقع بار نخست است که ازدواج می کند، یعنی در واقع باکره است و سابقه ازدواج نداشته است، ای باید در واقع ما دختر خانه است. دختر خانه است. ای در ازدواج باید که اذن ولی را داشته باشد. اما خب ای اصل، یعنی اجازه پدر یا پدر کلانش باید داشته باشد. داشته باشد. اما خب شرایطی، شرایط مفصلی است. ما نباید از این سوء استفاده بکنیم. خب در چه شرایطی؟ قانون اول شخصی ما به صراحت میاد اعلام میکنه، میگن اگر که دختر باکره باشد و پدر کلان و پدر و پدر کلان او باشند، او باید اجازه بگیرد. اما اگر پدر و پدر کلان او نباشند و یا سفیه و یا دیانه باشند و یا اینکه بدون یک عذر شرعی و در واقع عرفی مخالفت نابجایی با ازدواج داشته باشند، یعنی یک آقا پسری هست که مناسب است از نظر شرعی و عرفی برای ازدواج، اما پدر دختر بدونش دلیل منطقی میاد مخالفت میکند، خب ما اینجا اینه نداریم. یعنی در این صورت دختر میتوانه با اذن محکمه
اصلا ازدواج کنند و اصلا اذن ولی در اینجا ساقط می شود. ممانعتی از نظر دین اسلام وجود ندارد در این زمینه، درست است؟ ندارد. البته اختلاف نظر است. بسیار از فقهای ما خب در قانون مدنی ایراد بکنیم که میگوید در ماده 80 خود که ازدواج عاقله رشیده بدون اذن ولی نافذ و صحیح است. در بسیار از قوانین ما ایده نداریم، اما خب بعضی از علما به هر حال گفتن که اگر دختر باکره رشیده ای باشد که متصدی امور خود نیست، یعنی از نظر در واقع منطقی و از نظر معاشی نمیتواند خود تصمیم بگیرد امور زندگی خود، خب طبعا در اینجا باید که ولی او به کمک او بیاید و اذن ولی میتواند در واقع یک نوع همکاری و مشاوره با دختری باشد که توان تشخیص مصلحت خود ندارد. یعنی بحث مالی رو شرط گذاشتن، منظورتان این هست؟ نه، بحث مالی نیست. ببینید وقتی یک دختری به قول شما در خانه است، خب او جامعه و مردان دیگر رو نمیشناسد، تشخیصی که کدام مرد صالح هست کدام مرد صالح نیست برای ازدواج ما ایره توان تشخیصی رو ندارد، خب طبعا در اینجا وظیفه ولی است که به کمک او بیاید و در اینجا چنین دختری بدون اذن ولی منطقا ازدواج او صحیح نیست. یعنی نقش مشوره دهنده را داشته باشه برای دختر که برای او راه درست و انتخاب درست را راهنمایی کنه او را برای یک انتخاب درست. ممنون و سپاسگزاریم از شما خانم بلخی بزرگوار. به ادامه بحث برمیگردیم بعد از یک وقفه کوتاه، با ما همراه باشید. خوش آمدین. امروز در خدمت شما هستیم با موضوع حقوق زن در خانواده. خانم بلخی با ما هستن و راجع به این موضوع با ما بحث و گفتگو میکنن. خب برمیگردیم به ادامه بحث. خانم بلخی، گفتیم که یک سری از حقوق را در خانواده برای زن شناختن که در اثنای ازدواج یا برای همو قبل از ازدواج و در حین ازدواج هست. اشاره کردیم به حق انتخاب همسر که این حق زن داره و میتونه که در صورتی که همو سن قانونی را داشته باشه و ممانعت از نظر عقلی و بالغ بودن برای او وجود نداشته باشه، میتونه که خودش به تنهایی برای در زمینه انتخاب همسر تصمیم بگیره، البته اگر که پدر و مادر یا پدر کلان نقش مشوره دهنده را در این امر داشته باشن بسیار بهتر است تا اینکه بخواهن مثلا کل تصمیم کاملا اونا بگیرن. میشنویم ادامه بحث. دیگه چی حقوقی هست؟ بسیار خوب. مورد بسیار مهمی دیگه بحث سن قانونی است. بحثی که متاسفانه در کشور ما ناقضی را زیاد می‌بینیم، تا حدی که در سال 2011 یک آماری که در واقع کمیسیون حقوق بشر از کشور ما برداشت به این صورت بود که حدود در واقع 60% ازدواج ها به صورتی بوده که یکی از زوجان زیر سن قانونی بوده. بله. و خب سن قانونی وقتی که یک دختر نداشته باشد توان در واقع اداره یک زندگی سالم نخواهد داشت و با چالش ها روبرو خواهد شد. سن قانونی اجتماعی. چند است؟ سن قانونی. ببینید سن قانونی در قوانین ما به صراحت اعلام شده که برای دختر 16 سال شمسی و برای پسر 18 سال شمسی است. اما اگر در واقع دختری بخواهد زیر سن ازدواج بکند مانعی ندارد، اما در واقع بین سن 15 و 16 سال با اذن پدر و اجازه محکمه خواهد بود و زیر 15 سال به طور مطلق سن قانونی اعلام نمی شود، یعنی به هیچ صورتی نمیتواند مگر شرایط بسیار سخت. لذا لحاظ قانونی زیر سن 16 و 18 سال قانونی محسوب شده است. بله. که این متاسفانه بعضا ما بینیم رعایت نشده و خب در کنوانسیون هم به صراحت اعلام کرده که ازدواج کودک هیچ اثری نداره و زیر او سن در واقع کودک محسوب شده و اثر قانونی نخواهد داشت. ببینید مورد بعدی مواردی است مثل این که در کشور ما متاسفانه بعضا دختر به عنوان بچه‌المعامله قرار میگیرد،
یعنی انگامی که مثلا بین دو قبیله و یا دو طایفه جنگ و درگیری رخ میدهد یا یک نزاعی پیش آمده است، به عنوانی که ما بیاییم صلح آشتی کنیم یک معامله صورت بگیرد، متاسفانه دختر به عنوان یک کالای ارزشمند دیده شده و به عنوان وجه المعامله معامله معاوضه می شود. خب یک در واقع متاسفانه حقارتی است که رسم ناپسند است و رسم ناپسند است که باید در واقع با اینها مقابله شود. و مورد بعدی بحث در ازدواج ما، جایی که حق زن نقض می شود، مداخله هایی بیش از حد والدین و سایر بستگان است. مثلا ما در ازدواج های خود بسیار داریم که میبینیم در هنگامی که خواستگار به خواستگار دختر میآید، تمام اقوام در واقع میآیند و اظهار نظر میکنند و خب مداخله هایی دارن که چه بسا در واقع نظر و اراده دختر در اینجا نقض می شود. خب این خلاف قانون است، چون که در واقع ماده 5 کنوانسیون رفع تبعیض هم در جلسه گذشته عرض کردیم که به صراحت اعلام میکنند که دول عضو این کنوانسیون باید که با تمام در واقع تعصبات قومی مقابله داشته باشند. درست است. راجع به این موضوع که گفتین یادم آمد که در جامعه ما این یک رسمی هست خانم بلخی و این بسیار جالب است که گفتین خالی از لطف نیست که این را بگیم. وقتی که بر دختر یک خواستگار میآید، میبینیم که خب بر تمام اقوام نظر تمام اقوام خواسته میشه، حالا کاکا، ماما، خاله، عمه، کلشان نظر میدن الا خود دختر در اینجا هیچ نقشی نداره. از تمام اینها نظر خواسته میشه، اما برای اصلی ترین فرد این موضوع هیچ نظری از او خواسته نمیشه و در صورتی که صلاح و مشورت دیگران مبنی بر تایید طرف مقابل بود، باز او وقت هست که این ازدواج سر میگیره و دختر در او هیچ نقشی نداره. این پس بنابرای آنچه که شما گفتین یک عرف ناپسند است و چه بسا که ازدواج های زیادی به همین دلیل به ناکامی انجامیده و به شکست روبرو شده. متاسفانه البته ما بعضی که احترام گذاشته شود به اقوام دیگر، به پدر کلان، کاکا کلان، در واقع ممانعتی ندارد، اما ای که صرفا نقش نظر از حد به آنها دادن این مهم هست. این مهم است که در واقع اراده آنها غالب بر اراده دختر نباشد. بله بسیار خب. ببینید خب در اثنای زندگی وقتی که در واقع زن و مرد وارد خانه می شوند، خب زن در اینجا در مقابل همسر خود چه حقوقی دارد؟ این مسئله بسیار مهمی است که بحث‌های و چالش‌هایی هم در خود داشته. وقتی که وارد یک در واقع زندگی مشترکی زن و مرد میشوند، یک سری حقوق در واقع تکالیف مشترک دارند و تکالیف اختصاصی. تکالیف مشترک زن و مرد چیست؟ ابتداعا گفته شده سکونت مشترک، یعنی زن و مرد لازمه تشکیل یک بنیان خانواده ایست که در واقع در یک مسکن مشترکی سکنا گزینند زن و مرد. خب در اینجا هم زن و مرد مکلفند که زن در خانه سکونت کند طبق قانون که مرد انتخاب میکند، اما مگر این که در ابتدای ازدواج شرط شده باشد که زن بگوید تعیین مسکن مناسب براده ما باشه، که این بس جدا است. اما اگر چنین شرطی نشده است، اصولا انتخاب مسکن در دست مرد است و زن باید در خانه ای که مناسب شأن زن باشد در آنجا سکونت کند. پس نقطه عطف این موضوع همی هست که متناسب با شأن دختر. شأن دختر فکر میکنم برمیگرده به همو میزان و سطح مالی و اقتصادی خانواده خود دختر که در قبل از ازدواج در او مثلا در هم سطح با همو خانه ای باشه که در زمانی که در خانه پدر بود زندگی میکرد، باید مرد هم حداقل هم سطح با او رو بگیره. حالا اگر که در اوضاع خیلی بدتر و شرایط بدتر برش گرفت، باز او وقت رضای دختر هم در این زمینه شرط است. درست است؟ به همین صورت است. در واقع تشخیصی مسئله ای که شأن زن چیست به عهده محکمه است، اما خب او شأنی که دختر در خانواده خود داشته و یا در حال حاضر در منطقه سکونت میکنه که در شأن او منطقه باشد. بله. ببینید مسئله بعدی بحث حسن معاشرت است که در واقع به صراحت در قانون اول شخصی آمده که زن و مرد در واقع باید در با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و وفاداری داشته باشند و این همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع سوء معاشرت، بد اخلاقی، لت و کوب که متاسفانه در بعضی از خانواده ها دیده می شود ناقض این بحث حسن معاشرت است که کاملا خلاف قانون است.
مورد بعدی باز تربیت اولاد هستن. واقعا یکی از فلسفه های تشکیل خانواده بعضی ها گفتن تربیت نسل اولاد است. خب در تربیت یک اولاد ما نباید تمام بار به دوش مادر و یا به دوش پدر بگذاریم، هر دو به با همکاری یک دیگر. با یک دیگر در تربیت اولاد و نسل باید که مشارکت داشته باشن. درست است، بله، این حق و تکلیف هر دوست. اما خب میایم در مورد مکلفیت های اختصاصی صحبت میکنیم. زن و مرد چه تکالیف اختصاصی دارن؟ خب مشترک و بیان شد. ببینید مرد چند تکلیف دارد. بس اول بس ریاست است. خب تا نام ریاست میآید ممکن است به ذهن بیاید که ریاست به معنای امر و در واقع دستور و اینها. خیر، ما همونطور که در جلسات گذشته در آیه الرجال و قوامون علی النساء صحبت کردیم، به معنی در واقع نگهداری، مدیریت، اتفاقا به معنی اینکه باری بر دوش مرد است که بتواند خانواده او حمایت بکند، به این معنی است. لذا ریاست از وظایف اصلی مرد هست. بحث نفقه، بحث مسکن و بحث مهریه، اینها به لحاظی که از امور مالی ازدواج هم در واقع به حساب می آیند، اجازه بدهید که جلسات گذشته بحث امور مالی و اقتصاد خانواده مفصل صحبت خواهد شد که در بحث مهریه، نفقه و مسکن مرد چه توانایی باید داشته باشد، به چه طریقی باید اینها را تأمین بکند. اینها را در جلسه آینده گذشته صحبت که مجال بیشتری باشد. اما خب مباحث غیر مالی را سعی می‌کنیم در این جلسه خدمتتون عرض کنیم. اما خب میایم در مورد تکالیف اختصاصی زن صحبت میکنیم. خب ما از حقوق زن صحبت میکنیم، در مقابل او یک سری تکالیفی هم دارد. بله. ببینید اولین شاید مهمترینش پذیرش امی ریاست مرد است. خب ریاست مرد به اون مفهومی که خدمتتون عرض کردیم، چنان که در ماده 23 قانون احوال شخصیه میاد میگوید که در واقع سرپرستی و مدیریت خانواده از آن مرد است. اما اگر که مرد یک قصور فکری داشته باشد، یک قصور ذهنی و فکری داشته باشد، این منتقل به زن میشود. یعنی ما این را داریم که کماکان نباید بر هر مردی اطاعت کرد. اگر مردی میبینیم که زندگی ثابت شده که او قصور فکری دارد، از نظر ذهنی توانایی اداره ندارد، خب زن این حق داره که با اذن محکمه ریاست او به عهده بگیرد، مدیریت. لذا وظیفه اصلی زن ایست که ریاست مرد بپذیرد. بله، و این ریاست مرد که گفتین خانم بخیر، بیاین کمی بیشتر راجع به این صحبت کنیم. آیا ما به عنوان یک زن بدون هیچ قید و شرطی باید اوامر همسر خود در خانواده بپذیرم، یا نه این که مثلا مرد هم مکلف است که مشورت ما را هم بگیره و یا ما را هم مثلا در زمینه تصمیم گیری های مهم خانواده شریک بسازه، نظر خواهی کنه؟ فکر میکنم این ریاست مشروط به همی هم هست و منوط به ایست همو حسن روابط که گفتیم. فکر میکنم یک ارزشمندی را بزن هم قائل میشه که ما مشورت کنیم در امور مختلف، حالا بخصوص برای مرد که یک جایگاه همون ریاستی را که شما میگین بر عهده داره، نقش مشورت گیرنده از زن را هم داشته باشه، به نظرم بسیار بهتر خواهد بود. درست است؟ درست است. ببینید ما شاید این شایبه به این نبزن میاد که ما بحث تمکین با ریاست گاهی ممکن است که در واقع اینا در هم بیامیزیم. بحث تمکین با ریاست فرق میکنه. تمکین به معنای اطاعت از شوهر است، به این معنی که تمکین خاص داره و تمکین عام. تمکین عام یعنی ما بیایم تمام اموری که در به صورت کلان و عمومی وظیفه یک زن در منزل است، مثل در واقع پخت و پز، مثل نظافت، اینها را امور خانه را بوده بگیرم. آیا ما وظیفه زن است که حتما تمام امور خانه را به صورت کاملا مجانی انجام بدهد؟ ما نداریم. از به صراحت قانون میاد اعلام میکنه در قانون اول شخصیه که زن او اموری در خانه را به عهده دارد که در ابتدای ازدواج شرط شده باشد. آیا شرط سری یا شرط ضمنی؟ یعنی مرد به صراحت بگوید که این امور در خانه وظیفه شمای همسر است و من مرد امور بیرونی را مثلا به عهده دارم، که متاسفانه چنین چیزی نادیده گرفته میشه در ازدواج های ما و راجع به این مسائل اصلا صحبت نمی‌کنه. و یعنی که ضمنی، ضمنا زن میداند که اگر من در چنین خانه ای وارد بشوم این امور زنانه به عهده من هست. خب بسیار زن های ما ضمنا این را میدانند و ضمنا شرط شده است. لذا یک اموری که خارج از ذهن زن باشد مرد نمیتواند به عهده زن بگذارد.
بله. مگر اینکه شرط شده باشد. ما یه حق زن داریم قانونا، مثلا میتواند اعمال بکند. لذا مثلا ریاست که گفته شد به معنی نیست که زن بیاید اطاعت تام و کامل در هر امری که خارج از ذهن باشد به عهده بگیرد. ما ایره نداریم مگر اینکه شرط شده باشد. وقتی میگم این مسئولیت زن تا یک محدوده در همون خانواده هستی که شما ابتدا اشاره کردین برای اوست. ما در خانواده های و جامعه سنتی خود این خانواده هستی را در نظر نمیگیره. حالا ما شما خانم هستیم، بیاین بیشتر وارد مسائل خانم ها بشین در جامعه افغانی، که ما دیدیم که در خانواده هایی که مثلا پسران خانواده حتی بعد از ازدواج هم همه با هم در خانه زندگی میکنن و وظیفه های امور خانه برای عروس های خانواده تقسیم میشه. یعنی هر روز یکی از عروس ها مسئولیت پخت و پز یا نظافت خانه را بر عهده دارن، در حالی که وظیفه او نیست و تنها او همو اولاد های خود و همسر خود باید نگهداری کنه و امور خانه خود انجام بده. پس این شاید قبل از ازدواج لازم باشه که گفته بشه برای زن. راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت میکنیم. بگذارین که یک فاصله کوتاه داشته باشیم با بینندگان عزیز. برمیگردیم و باز هم با شما خواهیم بود. خب بینندگان عزیز، به ادامه برنامه روشنا خوش آمدین. راجع به حقوق زن در خانواده صحبت میکنیم و ناگفته نماند که منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده شما در روند بهبود برنامه هستیم. از طریق شما تماسی که زیرنویس میشه در برنامه میتونین با ما ارتباط بگیرین و نظراتتون رو با ما شریک بسازین. برمیگردیم به ادامه بحث با خانم برخی. گفتیم که حقوق زن در خانواده و در حین ازدواج، راجع به همه مسئله صحبت کردیم که در خانواده هسته‌ای بحث ریاست و یا یک سری مسئولیت ها و وظایفی که مربوط به خانه‌داری میشه و بر عهده زن هست مد نظر اسلام است، و حالا خانواده های دست جمعی که زندگی میکنن به خصوص در جامعه ما به عنوان سنتی، این را باید از قبل برشان گفته بشه و یک توافق صورت گرفته بشه. حالا شاید بعضی ها در خانواده خود این رسم نداشته باشن، در حالی که در خانواده طرف مقابل این رسم هست که به صورت دست جمعی زندگی کنن. من فکر میکنم اگر واضح بشه قبل از ازدواج بهتر است، نه خانم وفی؟ ببین به همین صورت است. البته ما باید پیش زمینه ذهنی را داشته باشیم که نظام خانواده با چارچوب های قانونی اداره نمی شود و او چیزی که در واقع نظام خانواده را اداره می کند چارچوب های اخلاقی است. یعنی که ما هر جزئیاتی از رابطه خانوادگی رو نمیتونیم در بحث قانونی بگنجانیم و اصلا صحیح نیست. و اون چیزی که از اخلاق است و در واقع معنویت و ارزش‌های اخلاقی است که میتواند حاکم بر خانواده باشد. اما به عنوانی که سوء استفاده از وظیفه تمکین زن نگردد، همین صورت است. بهتر است در ابتدای ازدواج به صراحت گفته شود که وظیفه زن در خانواده تا چه حدی باید تمکین عام داشته باشد. درست است. بله. ببینید مسئله بعدی بحث در واقع این که گفتیم ما ریاست مرد یا بهتر بگیم سرپرستی و مدیریت از آن مرد است. خب لازمه ای است که خب زن تمکین داشته باشد و این که در واقع اذن خروج از منزل به عنوان یک بحثی که امروز چالشی هم شده که زن تا چه حدی میتواند بدون اذن همسر از خانه خارج شود، و یا در بحث اشتغال اگر خاطرتان باشد مفصل صحبت کردیم، اگر قانون میگوید در بحث مشروع زن بخواهد که از خانه خارج بشود و یا لازم ضرورتی داشته باشد او کار، هیچ ایرادی ندارد.
یعنی یک کار خلاف شرع نمیخواد انجام بدهد که از خانه خارج بشود. خب اختلاف نظر هست بین قانون احوال شخصی و قانون مدنی و بین فقهای ما، اما اصول این است که اگر یک امر مشروعی لازم باشد که زن انجام بدهد، اذن خروج هم ضرورتی ندارد، و اگر مرد در واقع غیر منطقی مخالفت میکند بدون هیچ گونه دلیل منطقی اگر مخالفت دارد، موردی ندارد. مورد بعدی بس تابعیت است. خب ببینید، یکی از صحبت هایی که در جامعه بین الملل مطرح است و در اسناد هم باید میبینیم تابعیت است، که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صراحت میگوید که در ماده نوع او که تابعیت مرد به زن نباید تحمیل بشود. خب ببینید، در قوانین داخلی ما اینو داریم که زن پس از ازدواج به در واقع تابعیت او ملت مرد در میآید. خب این به هر حال قوانین داخلی است و این قطعا یک سری مصلحت هایی هم در نظر گرفته شده و فلسفه های خود دارد و ما هم تابع قانون هستیم. اما خب در واقع ما میبینیم که اسناد بین المللی مخالفت با این دارند، مسئله این نیست. اما خب ما این رو باید بدانیم که قوانین داخلی ما بحث تابعیت زن در واقع به مرد تحمیل کرد، یعنی که وقتی زن، یک زنی مثلا افغانستانی با یک مرد خارجی ازدواج میکند، اگر قوانین داخلی اون مرد بگوید که زوجه باید به تابعیت مرد در بیاید، باید این صورت بگیرد. و خب یک تکلیف بر عهده زنان هست، زنان است تکلیف است و آگاه باید باشند قبل از ازدواج. خب در مورد محور سوم بحثمان، خاتمه ازدواج صحبت بکنیم، که در اینجا هم متاسفانه میبینیم که در حقوق زن گاهی وقتا تضییعاتی شکل میگیرد. خب وقتی یک زندگی شکل گرفت و خاتمه خود میرسد، به چند صورت ممکن است شکل بگیرد. یکی بحثی که وفات اتفاق بیافتد و خب مرد یا زن از دنیا بروند، خب در این صورت خب ازدواج به خاتمه خود میرسد و خب مسئله چندانی نیست. اما در صورتی که در واقع او زندگی با چالش‌ها و تنش‌های بسیار روبرو باشد و خب زن و یا مرد نتوانند ادامه زندگی را داشته باشند، راهکار چیست؟ با اینکه ما داریم که در واقع طلاق، تفریق و یا جدایی با عنوان حلالی است که در نزد پروردگار منفور است، اما خب ما طلاق‌های مستحب بیرم داریم و خب قبل خدمتتون عرض کردیم طلاق‌هایی که اگر این ازدواج به همین منوال پیش برود، چه بسا آثار و آسیب‌های بسیار شدیدتری داشته باشد. خب در این صورت بهتر است که طلاق صورت بگیرد و خب مانعی ندارد. ببینید، در واقع بحث طلاق ما داریم که خب سوال و شبهه هستی میگن چرا طلاق به دست مردان است و اختیار طلاق در دین ما به مردان داده شده است، و خب بسیاری بحث ها در این مورد صحبت در حالی شده. که با توجه به همه عنعنات و عرف های ناپسند جامعه، بیشترین کسانی که متضرر میشن از همه امر که مشکلات و مسائل تنش هایی که شما اشاره کردین در خانواده، متاسفانه زنان بیشترین کسانی هستن که متضرر میشن در این زمینه، اما حق آنچنان برشان داده نشده. و ای آیا خانم بلخی به معنای نقض حقوق زن در خانواده نیست؟ ببینید، طلاق اصولا آن چیزی که در اسناد بین المللی ما مشاهده میکنیم، گفته شده که زن و مرد در ابتدای ازدواج، در اواسط او و در پایان او حقوق یکسان دارند. بله. همه ما یکسان معنا کردیم، به معنای مشابهت نیست، معنای مساوات و انصاف است. ببینید، در قانون مدنی ما ماده 131 میگوید که طلاق در واقع در دست زوج است، اما زوج هم استحقاق طلاق دارد. به چه صورت؟ با اذن محکمه. چرا؟ چون که ببینید، زن با توجه ویژگی های در واقع طبیعی که دارد و عرض کردیم در واقع قوه عاطفه او بر قوه در واقع عقل او در واقع غلبه دارد و خب ممکن است احساساتی عمل کنه و این غالبه را در واقع بیان میکنه، غالب جامعه را. لذا در واقع امر طلاق تصمیم نهایی است که به عهده مرد است. اما زن چی؟ آیا زن در واقع هیچ عقلی در این که زندگی به همین منوال ادامه داشته باشد ندارد؟ ما اینم نداریم. ما به صراحت در قرآن کریم آیه 131 سوره مبارکه بقره داریم که به صراحت میگوید اگر که مرد از این حق خود سوء استفاده کند و زندگی را به نوعی اداره کند که نزنه طلاق بدهد و نه او را به خوبی در واقع مدیریت بکند و یک زندگی تلخ و تنش افزایی
برای زن در واقع ایجاد کند، در این صورت زن میتواند در واقع با اذن محکمه متارکه داشته باشد. ما این را اصلا نداریم که زن به همون زندگی بسوزد و بسازد با قول معروف، ما این نداریم. اگر که در واقع به او سرانجام ناپسند برسه، زن میتواند از این حق خود استفاده کند. اما خب شرایطی دارد. چی هست شرایطش؟ شرایطی به این صورت است که در واقع زن به چند مدل است. ما یک طلاق قضایی داریم. قضایی به معنای در واقع مرتبط به محاکم و محکمه میشود. ببینید در صورتی که، اگر مختصر بگین چون وقت برنامه کم است. بسیار خوب. ببینید در صورتی که در ابتدای ازدواج ابتداً ممکن است شرط شده باشد، در بسیار این کار انجام میدن، یعنی قرارداد ازدواج در ابتدای ازدواج شرط میشود که اگر شما مثلا همسر این شرایط نقض بکنی من وکالت در طلاق داشته باشم. وکالت در طلاق، خب این بسیار امری است که اگر کسی شرط داشته باشد به راحتی میتواند متارکه کند. اما خب بعضا در جامعه ما همون شروط ضمن عقد از یاد میکنن به همون منوال. اما خب طلاق قضایی طلاقی است که در صورتی که زندگی یک ضرری داشته باشد که ادامه او برای زن غیر ممکن باشد، در این صورت مثلا لاتوکوپای بسیار زیاد، یا یک مرد بیماری داشته باشد که صعب العلاج باشد، و یا اینکه در غیبت باشد. یعنی قانون مدنی میگوید 3 سال حداقل و قانون اول شخص 6 ماه. اگر که مرد از زندگی غایب شده باشد، حضور نداشته باشد، زن با اذن محکمه میتواند تقاضای متارکه داشته باشد و با حکم قاضی طلاق صورت میگیرد. و مورد بعدی بحثی عیب و عیوب است. اگر که عیبی در مرد ظاهر شود، مثل دیوانگی، مثل جنون و عیب هایی که زندگی در واقع دچار مشقت بسیار شده باشد، دچار در واقع مصرف مواد روانگردان و یا اعتیاد مواد مخدر شده باشد که مضر به زندگی باشد، باز هم زن میتواند تقاضای در واقع متارکه را به سبب تفریق عیب یا ضرر داشته باشد. زنی حقوق واقعا دارد و باید اعمال بکند. بله. و در غیر صورت ما موارد مثل فسخ داریم. اگر که یک شرطی ضمن عقد شده باشد، مثلا زن تصور میکند که این کسی که به خواستگاری او میآید او خود مثلا دکتر و یا مثلا انجینیر معرفی میکند، و خب این شرط در ضمن ازدواج باشد، اما پس از ازدواج کاشف و عمل میآید که مرد ویژگی ندارد و یا همچنان زن ویژگی نداشته باشد، در اینجا حق فسخ برای طرفین خب صورت میگیرد و خب میتونن اعمال بکنن. این حقوق است که برای زن و مرد به صورت مساوی منصفانه در خاتمه ازدواج وجود دارد. بله، ممنونیم از شما. پس آنچه که مهم هست در این که خدای نکرده ازدواج ها و شکست مواجه نشوند، یا این که زنان متضرر نشوند از این امر، این هست که آگاهی ما افزایش پیدا کنه و صورت آگاهانه تصمیم بگیریم برای انتخاب خود و گزینش همسر و ادامه زندگی و نحوه دفاع از حقوق. هر زنی میتونه با آگاهی بتونه روند زندگی خود رو به بهبودی ببره، چه بسا از زنان ما که با توجه به همه مواردی که ما گفتیم حقوقشان نقض میشه و متاسفانه مورد ظلم قرار میگیرن، اما به دلیل عدم آگاهی همه بار ظلم را تحمل میکنن و به دوش میکشن و به قول معروف صدای از آنها در نمیآید. ممنونیم از شما خانم برخی که در بحث آگاهی و افزایش آگاهی ما و بینندگان عزیز داریم با ما کمک میکنه. سپاسگزاریم از حضور شما و همچنین از شما بینندگان عالی‌قدر که برنامه را تا پایان دنبال کردین و نگاه های گرمتان را با ما شریک ساختین در برنامه روشنا. ممنونیم از اینکه همراه ما بودید. دست حق یار و یاورتان و پیروز و سرفراز باشیم. بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.